درود بر دوستان عزیزم، این 11 جلسه از بحث عرفان و فلسفه است. در واقع بهتره بگم اول فلسفه و بعد عرفان، چون ارجحیت داره توی بحث ما. جلسه 10 رو صحبت کردیم در مورد نظر ارسطو در مورد خداوند و در واقع تلالوجی ارسطو و اینکه تلوس در ذهن ارسطو چیست و خداوند در ذهن ارسطو چه معنایی دارد. و این جلسه ادامه بحث رو میدیم. دوستان عزیزی که برای اولین بار دارن این فایل صوتی رو گوش میکنن، حالا به صورت تصادفی یا به پیشنهاد دوستانشون، خواهش میکنم که حتما از اول بحث رو دنبال کنید، چون اینطوری هستش که ربط بین مباحث ما خیلی بهتر رعایت خواهد شد و شما خیلی بهتر میتونید استنتاج و استنباط و تعبیر کنید از مباحث، و الا احتمال داره که دوچار در واقع پریشانی افکار بشید و بحث ها بی ربط جلوه کنه. گرچه من سعی میکنم با زبان ساده در مورد مسائل اساسی فلسفی تاریخ فلسفه و اشاراتی و مقایساتی با عرفان بپردازم، اما با وجود این لازمه یک پیش مطالعه و پیش زمینه‌ای هست. خب به صورت خیلی خلاصه صحبت کردیم در مورد افلاطون که استاد ارسطو بود و صورت رو از ماده جدا می‌دانست. صورت اصلی در واقع تمام مواد در واقع باعث میشه که ماده و مواد تقلید بکنن از آن مرجع اصلی و از آن سرچشمه اصلی و در واقع سایه‌ای هستن از او. به زبان خیلی بچگانه و ساده بخوام بگم، مثلا فیل یک فیل در واقع فرمال یا صورتی از فیل، فیل کامل و فیل پرفکت از همه نظر در عالم در واقع صورت هست، و به تبعیت از اون هستش که بقیه پارتیکولرز و اجزا و بقیه فنامننز پدیده ها میان شکل میگیرن و بعد به منشأ ظهور میرسن در عالم هستی. اما ارسطو آمد و این جدایی صورت از ماده رو که یک مرجعی هست و بقیه همه سایه‌ای از اون هست و نظریه مصول افلاطون رو مورد نقد و انتقاد خودش قرار داد و گفت نخیر، صورت از ماده جدا نیست و از آن اصل در وجود همه به صورت یک بالقوه وجود دارد و همه ما به صورت یک پتانسیالیتی، یک در واقع توان پنهان، یک ارث از او در خودمان داریم و اصلا ما از او جدا نیستیم، او در ماست و ما در او هستیم. خب این بحث بسیار بحث میستیک یا عرفانی هست نسبت به اون بحث پرگماتیکی که ما میبینیم در بسیاری از فلاسفه، و اونها سعی میکنن از طریق عملگرایی و از طریق واقع بینانه برخورد کردن با پدیده های عالم هستی به مسئله بپردازن. نگاه پرگماتیک دارن، نگاه خشک عملیه، در واقع با یک استراکچر لاجیکال و منطقی. اما نگاه ارسطو با وجود اینکه ارسطو و افلاطون با وجود اینکه این دو ادعای رشنال بودن میکنند، نسبت به نگاه امروزی ما نگاه اصلا پرگماتیکی نیست و بسیار نگاه میستیک و عرفانی هستش. وقتی که بحث میکنیم از اینکه ارسطو فرض اولیه خودش رو بر پایه شهود میگذارد، بر پایه ویژن، بر پایه دریافت و یک الهام میگذارد و فرض اول خود رو بر پایه یک ارث، یک در واقع اینتلکتی که به ما به ارث رسیده، یک دانش ذاتی که درون ما هست، فرض اولش رو برای توجیه این که ما فرض اول رو بدون هیچ گونه در واقع منطق و بدون هیچ گونه فرمولی بپذیریم، این هستش که ما این رو به صورت یک اینیت
intellect، یعنی یک خرد ذاتی درونمون داریم، با آن متولد میشویم. ناخودآگاه خوب را میفهمیم، ناخودآگاه بد را میفهمیم، ناخودآگاه هدف را میفهمیم، انسانیت را میفهمیم. حالا بعد این بحث گسترش پیدا میکنه در رنسانس و در واقع فقه کلاسیک مسیحی، ورود ارسطو و ورود افلاطون و کلا فلسفه یونان همگی هم. خب این دو دیگه جز ستونهای اولیه کلاسه کردن قوانین اخلاق و قوانین حکومتی و کلا شاید بتونیم بگیم اصلا ارسطو پدر علم نوینه، یعنی تمام علوم رو، ساینس رو به صورت علمهای مختلف، علم زیستشناسی، علم منطق، علم زمینشناسی، جغرافیا، هندسه، نمیدونم، تمام این چیزهایی که میبینیم بعدها مشتق از نظریات همین فیلسوفای بزرگ که ارسطو بسیار بسیار سرآمد هست در این قضیه، چون سعی کرد همه چیز رو به صورت کاتگوری و مقولات مورد بررسی قرار بده. خب برمیگردیم به این که در مورد این که ارسطو در مورد اخلاق چگونه فکر میکنه و افلاطون در مورد اخلاق چگونه فکر میکرد. اخلاقی که در واقع افلاطون میگه، باز میتونیم برگردیم به این که تحت تأثیر همین جدایی صورت از ماده استش و میتونیم اون رو یک مقداری اخلاق خشنتر و اخلاق با چهارچوبتری نسبت به شاگرد خودش ارسطو در نظر بگیریم. ارسطو از آنجایی که ماده را از صورت جدا نمی‌داند، یک مقداری از حالت اکسکلوسیو، یعنی حالت مختص و اختصاصی، به یک حالت اینکلوسیو، یعنی فراگیر و همگانی می‌پردازه، چه در مورد اخلاق، چه در مورد هنر و چه در مورد تمام مسائل در واقع علمی دیگر. او به این قضیه اشاره دارد که انسان یک موجود اجتماعی است. پس یکی از نظریات در واقع ارسطو در مورد اینکه انسان موجودی اجتماعی است، بسیار بسیار در نقطه نظر او در مورد ترسیم کردن یک حکومت خوب هم تأثیر گذاشته است، از آنجایی که کمال انسان به تنهایی از نظر ارسطو حادث نمی شود. ما در جمع هستیم که معنا پیدا می کنیم، ما در کنار جامعه هستیم که می تونیم به اون کمال و به اون اخلاق درست و حقیقت درست و وجدان درست دست پیدا بکنیم. به قول آقای دکتر هولمز در کلاس فلسفه خودش که توضیح می داد در مورد ارسطو، می گفتش که ارسطو هیچ وقت رابینسون کروزو ننوشته و اینکه یک جزیره تنها و یک انسانی که به کسی نیاز نداشته باشه و خودش میتونه به تنهایی از پس خودش بر بیاد و در نهایت این هستش که این رابینسون کروزو بالاخره یک فرایدی، یک جمعه رو پیدا میکنه و بالاخره با اون جمعه دوست میشه و حالا بالاخره حالا بحث ازدواج یک جامعه کوچیک، خانواده یک جامعه کوچیکه و بعد این بحث پیدا میکنه، بزرگتر میشه و بزرگتر میشه و اینکه ما میبینیم که در واقع ما همه کمالمون به همدیگه زنجیر هست و ما نمیتونیم به تنهایی از پس مشکلات خودمون، از پس تحلیل‌ها و تفسیرها و تعبیرهای خودمون بر بیاییم. و ارسطو بسیار اعتقاد داره که سوسایتی، جامعه بسیار بسیار مهم است و انسان یک موجود اجتماعی است از نظر ارسطو. اما خب افلاطون یک مقدار نگاه میستیکتری داره، البته او هم نه که رد بکنه نگاه در واقع اجتماعی رو، اما وقتی ما به صورت کلی نگاه میکنیم تأکید او شاید بیشتر بر در واقع یک جوری یک حالت انتزاعی و انفرادی داره بیشتر. اما ارسطو میبینیم حتی وقتی از اخلاقیات هم صحبت میکنه و وقتی داره از شیوه های در واقع تقویت یک سری رفتارها و تکرار یک سری رفتارها صحبت میکنه، باز یک نگاه اجتماعی به قضیه داره. ارسطو میگه ما اگر میخواییم به در واقع اون فضیلت ها و پاکدامنی ها برسیم که مهمترین در واقع المنت از نظر ارسطو هست برای اینکه ما بتونیم
به اون تلوس یا به اون گول یا هدف برسیم، ما باید حتما جنبه اجتماعی اون هم در نظر بگیریم و در واقع با تکرار یک سری از رفتارها، یک سری از فضیلتها در ما به وجود میاد، با تکرار یک سری از خودداری ها و کنترل کردن های نفس، خودداری نفس، خودداری خواهش، خودداری هوس، و با درست خواستن و به جا خواستن. او خواستن رو زیر سوال نمیبره. ارسطو نمیگه خواستن بده، ارسطو میگه کی بخواهید، کجا بخواهید و چگونه حالا با چه رفتارهایی بتونیم به اون خواسته خودمون برسیم. یه نگاه بسیار بسیار در واقع علمی و پرکتیکال اتفاقا نسبت به این قضیه داره. البته وقتی اون تلوس و گول خودش رو و خوب رو تعیین میکنه در جهان بینی خودش، سپس برای رسیدن به اون ما با تکرار یک سری از رفتارها، تمرین و ورزش کردن میتونیم به یک سری از فضیلت‌ها برسیم. یکی از نکاتی که خیلی من میبینم در دوران افلاطون و ارسطو داره کم کم شکل میگیره، بحث مودریشن و میانه روی است و نه افراط و نه تفریط، که به احتمال بسیار قوی این بحث هم داره در هند همزمان صورت میگیره. شخصی میاد به نام بودا، او برای اولین بار ریاضت رو زیر سوال میبره، او برای اولین بار تن آسایی رو و در واقع لذت گرایی رو زیر سوال میبره و یک راه میانه‌ای رو میاد برمیگزینه. خب میدونید که مکتب لذت گرایان در یونان در آن زمان بسیار بسیار مطرح بود و کسانی بودن که چندان بخورم شراب که این بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب گر بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب. نه شراب الهی ها، دقیقا شراب. حالا بعضی از دوستان به نظر بنده حقیر خیلی دوست دارن که یه سری از مفاهیم در واقع این لذتگیراهایی که در طول تاریخ بودن رو بچسبونن به یه سری از مسائل ریلیجیس مذهبی و مکتبی و بعد بگن نه این شراب اون. نه، دقیقا اینجا ما داریم در مورد لذتگیرایی وقتی صحبت میکنیم، در مورد هدونیزم صحبت میکنیم، کسب لذت، در مورد در لحظه زندگی کردن و عشق و حال کردن به قول امروزی ها، کاملا داریم در مورد همین شراب صحبت میکنیم. پلژر و خوشنودی و لذت از این نوع در حد نهایت بد است که فقط برای این قضیه باشد. از نظر ارسطو، از نظر بودا هم دقیقا همینه، از نظر افلاطون هم دقیقا همینه. حالا چون بحث ما الان در مورد ارسطو است، بیشتر من رو ارسطو تمرکز دارم. او هم پلژر یا خوشنودی یا لذت طلبی رو رد نمی کند، اما میگوید باید این لذت در آن کاری باشد که شما را هدایت میکند به سمت تلوس. تیالوجی ارسطو اینه، به سمت اون خوب مطلق. حالا بعدن در رنسانس در فقه مسیحی اسمش رو خدا میگذارند، اسمش رو اراده پدر آسمانی میگذارند، در اسلام اسمش رو در واقع اراده خداوند میگذارند وقتی میخوان تعبیر کنن در سخنان در واقع ارسطو در العباره در ارغنون وقتی میخوان صحبت بکنن. دقیقا میایم اینا رو میبینیم که به نفع خودشون ادیان فقه خودشون رو با این نوع نگاه ترتیب دادن. این حال اون خداوندی که وحی میکند، اون خداوندی که الهام میکند و با پیغمبران خود صحبت میکند، میآید در تلالوجی ارسطو تلفیق میشود، در حالی که ارسطو اینجا اصلا به اون معنا صحبت نمیکنه. دیدین که جهان بینی ارسطو چگونه بود؟ اصلا ما گفتیم در چه شرایطی زندگی میکنه. زمین مرکز عالم است، زمین دور خود نمیچرخید، دست از زمین یعنی دور خورشید ببخشید نمیچرخید، خورشید و ستارگان در اطراف به صورت ثابت بودند و فقط سیارات دور زمین میچرخیدند و بعد فاصله بین ستارگان و سیارات اتر هست، یک آگاهی در اون است، بعد بالای اون یک در واقع خوب مطلق هست و یک اراده مطلق است که یک بینیاز است. که ببینید یه جهان بینی خیلی گفتیم مثل اون گویی که توی کریسمس هدیه میدن به بچه ها، توش برف تکونش میده، یه آدم برفیه، توی همچین چیزی زندگی میکنه و دیدش اینه و بعد اون دست نیافتنی که اون بالا هستش و در اون
با یک فرض در واقع غیر منطقی اون رو پذیرفته و شهودی، و بعد جالبه که ادعا میکنه این فرض من یه فرض پرگماتیکه، یک فرض در واقع لاجیکال و منطقی هستش و ما باید بپذیریم و با او باید بیایم. حالا وقتی با اون میایم میرسیم به ارغنونش، در اونجا میخواد منطق رو پایه‌گذاری بکنه و بعد شما میرسیم به اخلاقیاتی که پیشنهاد میکنه، به اجتماعی بودن انسان پیشنهاد میکنه و بست میده فلسفه خودش رو. و در تمام این بست دادن فلسفه به نکته که اشاره میکنه و برگ برنده و آس برنده که میخواد رو بکنه برای که ما به اخلاقیات درست برسیم، راه میانه است. راه میانه، راه وسط، همون چیزی که بودا میگوید که زیر درخت انجیر نشسته بود مدیتیشن میکرد، بعد از اون که در دربار و در قصر تن آسایی کرده بود و لذت جویی کرده بود و تصمیم میگیره به بی خانمانی رو بیاره تا برسه به حقیقت، به رنج پایان بده، زیر اون درخت مینشینه، ریاضت میکشه 5 سال، ناخوناش بلند میشه، از گشنگی تو شکمش پرنده ها لونه میکنن، موهاش همون مثلا نمیره، با قطرهای بارون آب آشامیدنش رو تأمین میکنه، روزی یک دانه مثلا نمیدونم بادام یا یک دانه خردل مثلا میخوره. حالا اون چیزا که بعدن رو صوفیه و عرفای ما هم تأثیر میکنه همین داستانا، و به تقلید ابراهیم ادهمی پدید میاد و حالا داستانهایی و اینا، که او هم دقیقا مثل بودا در دربار بود و بعد تصمیم میگیره، همون داستان کپی دقیقا میبینیم داریم در عرفان ما هم درست شده. و بعد میاد اینجا بودا زیر درخت نشسته، یک دفعه یک پیری دوباره، حالا کنفوسیوس هست یا یک پیر دیگه ای هست یا حتی یک آدم عامی هستش که هیچی نمیدونه، باز اینطوری داستان شاید زیباتر و جذابتر بشه، یک انسانی که با تجربه خودش رسیده است به همه چیزها، مثل بعضی از این دوستان عزیزمون که روستاییایی که هستن و خیلی اهل دل هستن، سازی به دست میگیرن، دوتاری میزنن، اهل دلن، هیچ سواد آکادمیکی ندارن، هیچ منطقی نخوندن، ارسطو نمیشناسن، افلاطون نمیشناسن، اما بعضی موقع پای صحبتشون که میشینی یه دفعه یه حرفی میزنن که میبینی وای هزاران کتابم که خوندی این حرف چقدر به دل میشینه. یک چنین شخصی، یک چنین شخصیتی از روبروی بودا رد میشه وقتی بودا زیر درخت انجیر نشسته بوده، از گشنگی داشته تلف میشده، و آنگاه آن استاد یا حالا آن فرد عامی یا بعضی ها میگن کنفوسیوس، باز بعضی از چینی ها برای این که در واقع عزتی بدن به فرهنگ خودشون، کنفوسیوس رو اینجا دخیل میکنن، میگه که ببین شاگرد عزیزم، اگر این تار زیتار رو، سازیست چینی، محکم بزنی پاره میشه، اگر آرام بزنی صدایش در نمیآید، پس بهتر است این ساز رو به صورت همون میانه بنوازیم، نه محکم نه آرام، و بعد یک ساز بسیار زیبایی می نوازه، یک ترانه خیلی خوب، این ترانه امواجش میاد و باعث آگاهی بودا میشه و از زیر درخت می جهد و می گوید رسیدم به آگاهی، به راه میانه. همین جاست که راه میانه در واقع دور می کنه مردم رو از اقتدا کردن به اون برهمن ها، اون موقع ها، و در یونان می بینیم که دقیقا اون در واقع موبدهای معابد آپولو و زئوس و دیونوسیوس و دیگه خدایانی که بودن دیگه. و خب این راه میانه یک انقلاب هست در واقع علم فلسفه از نقطه نظر ارسطو، خیلی عنوان میشه روش، بیشتر تاکید میشه روش. و در هند هم که میبینیم که دیگه یک راه میانه میاد که دیگه اصلا همه چیز رو زیر سوال میبره، یعنی حتی کلاس ها و طبقات اجتماعی رو هم یکسان میدونه دیگه، و این که دیگه به تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی. خب رسیدیم به این که ارسطو هم اشاره میکنه به این که این پاکدامنی و فضیلت باید از راه خودداری نفس و کنترل کردن به دست بیاد، یعنی هر چیزی که خواستی انجام ندی، نفست رو کنترل کنی، سپس باید بتونی توی ذهنت اون تیالوجی یا اون خداشناسی یا اون غایت شناسی درست رو داشته باشی که وقتی راهتو انتخاب میکنی از طی در واقع راه خودت لذت ببری، و لذت رو در همین کار کردن میدونه در راستای اون، و رفتارهایی رو بعد به مرور با تکرار در خودت پرورش بدی تا
تا بتونی به اون گول یا اون غایت نهایی یا اون تلوس برسی. رفتار باید و خواهش بد نیست، خواستن از نظر ارسطو بد نیست، اما نوشته right time، در یک زمان مناسب، with right object، با یک ابژه مناسب، شما یک مورد مناسب استفاده بکنی. right motive، motivation، یک انگیزه مناسب. right way، و یک طریق مناسب برایش انتخاب بکنی و بعد تو میتونی به اون خواهش دست پیدا بکنی. اما خب زمان مناسب باشه، یک محرک مناسب داشته باشه، یک انگیزه مناسب داشته باشه و بعد یک راهکار خوب و یک تکنیک برای که بهش برسی. به عنوان مثال، عصبانیت حس بدی نیست. حالا اگه خواهش رو یک احساس بدونیم و در مورد ایموشنز داره افلاطون ارسطو در واقع صحبت میکنه، ما میتونیم اینجا احساس گرسنگی رو عنوان بکنیم. احساس گرسنگی، هانگر، چیز بدی نیست، احساس گرسنگی بد نیست، اما اینی که the right time، یعنی با چشم سیری بخوری، واقعا گشنه شده باشی بخوری، واقعا هوس بکنی که بخوری، واقعا مورد نیازت باشه که بخوری. right object، چیز خوبی رو انتخاب کنی برای خوردن. هر آشغالی رو نخوری، فست فود نخوری، غذایی نمیدونم ارگانیک بخوری. right motive، یک انگیزه خوب داشته باشی. موتیویشن از خوردن اینه که تو بخوری، سالم بمونی، سلامت بمونی، که بتونی خدمت کنی به خداوند، خدمت کنی به جامعه، که جامعه به خداوند برسه. ببینی نگاه ارسطو اینجوریه، society، motivation، جامعه در راستای رسیدن به اون اهداف بالا. ببینید چقدر این تعابیر آشناست، چقدر از این تعابیر سوء استفاده میشه امروز. و بعد right way، حالا راه درست برای خوردن، شیوه درست برای خوردن، چجوری درست بجوی، درست قورتش بدی، از وسیله خوب استفاده کنی، دست تمیز باشه. حالا میگم اینا خیلی الان شاید به نظر ما بچگانه باشه و خیلی بدیهیات باشه، اما در آن زمان کلاسه کردن این نوع در واقع نگاه، کلاسه کردن این علم به این صورت، خب بنیانگذار همون چیزی شده که الان شما میگین بدیهیات. این اگر نمیگفت ارسطو اینها رو، اگر ارسطو اینها رو چارچوب بندی نمی کرد، در آموزش پرورش ما راه پیدا نمی کرد، در علم اخلاق ما راه پیدا نمی کرد، و بشر امروزی هم واقعا چیزها رو نمی دانست. چه بسا من بعضی از افراد رو دیدم و باشون برخورد کردم که واقعا هیچ بویی از هیچ گونه اخلاقیاتی نبردند. خودتان می دانید واقعا یه سری افراد هستن که تفکر انتزاعی ندارن، تربیت نشده فکر انتزاعیشون، نمیتونن مباحث رو دنبال بکنن، اصلا معنی روح رو نمیفهمن، نمیتونن تصور بکنن که مثلا در عرفان وقتی میگیم روح از بدن جدا میشه و در بدن دیگری میاد متناسق میشه، اصلا نمیتونه بپذیره، اصلا نمیتونه بپذیره که بخواد بحث رد کنه یا اثبات بکنه و هیچی. یک چیز، یک انسانهای فقط تقلیدی در سطح خیلی پایین، ایمیتیشن، ایمیتیتیف، به هیچ وجه اهل کانتمپلیشن، مراقبه و تفکر در مورد افکار خودشون نیستند. و خب این یک سطح آگاهی خیلی نزدیک به سطوح آگاهی پایین تری که داره افلاطون و ارسطو دارن در موردش صحبت میکنن. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم مردم، از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که از مردن کم شدم. تازه بعد از اون حالا مولانا توضیح میده که باز فرشته میشی و باز میری به مراتب بالاتر، و حالا بحث عرفانی خیلی عجیبی داره. ولی واقعا بعضی سطوح آگاهیشون در حد نمیدونم نبات شاید نباشه، شاید هم معدنیات. پس توهین به هیچ شخص خاصی، به هیچ قشر خاصی و به هیچ جایگاه خاصی رو ارسطو نداره. ارسطو وقتی این چنین نگاه میکنه، و این نقطه نظر ارسطو است که عنوان میشه، بعضی از افراد تفکر انتزاعی ندارند و نمیتوانند مباحث فلسفی رو اصلا درک بکنند. ما باید برای آنها به توصیه استاد افلاطون مدارسی را تهیه بکنیم، مثل همون آکادمی که باغ شخصی افلاطون بود، آنها را در یک سیستمی ببریم، آموزش و پرورش بدهیم تا بتوانیم این اخلاقیات رو و این
مفاهیم انتزاعی و مجرد را با آنها یاد بدهیم، تجزیه و تحلیل آن را یاد بگیرند و با ما همراه بشن، بیان خلاصه تو جرگه ما بفهمن که تلوس چیه، اون نهایت چیه، اون غایت چیه، بعد ما هدایتشون کنیم به سمت اون غایت. حالا غایتی که شاید الان وقتی بخوایم با دید امروزی در مورد صحبت بکنیم جای حرف داره که آیا اصلا این غایتی که تو صحبتش رو میکنی آیا یه غایت پرگماتیک، راشنال، منطقی و واقع بینانه است یا نه. خب یه اشاره هم بکنم به بحث هنر. هنر از نظر افلاطون یک تقلید بود که هیچ وقت هم تقلید خوبی نمیشه از اون صورت، اصلا خوب در نمیاد. یه جوری یاد آقای فراستی میفتم در که هیچ وقت یه هنری خوب نمیشه، اصلا یک صورت اصلی برای خودشون تصور میکنن که یک صورت مطلق ابسولوت هست، همه دارن اونو تقلید میکنن و چون نمیتونن بهش برسن پس باید هنر فاخر به وجود میاد و هنر مبتذل به وجود میاد و موسیقی نمیدونم خاص و سرودهای خاص رو در جمهوری افلاطون میبینین که این همین سرودهای انقلابی و سرودهای خاصی که فاشیستا بعدن ساختن و کشورهای دیگه و استفاده در واقع ابزاری از هنر برای پرورش یک سری افراد برای رسیدن به هدف غایی که آنها تصور میکنن درست است. اما ارسطو اینجا میاد یه رفع خدشکنی میکنه، دیدش در مورد هنر مثل استاد نیست، میگه که یک کاتارسیس هست، یک اگزاست، یعنی یک تخلیه از هنر برای یک بیان احساسه. ما به هنر نیاز داریم، ما به تراژدی نیاز داریم، ما به تئاتر نیاز داریم، ما به شعر نیاز داریم، ما به موسیقی نیاز داریم، ما به نقاشی کردن، مجسمه سازی نیاز داریم تا این هنر باعث تخلیه افکار و ابراز احساسات فرد بشه. یه تئاتر خوب ارسطو صحبت میکنه در مورد تئاتر بسیار بسیار قوی، در مورد شخصیت پردازی در تئاتر چگونه باشه، درام چگونه پیش بره، تراژدی باید چگونه باشه. خیلی پیش رفته بودن در آن زمان. اصلا نقد انتقاد و نقد هنری در اون زمان ارسطو و قبل از اون در مورد تئاتر و نقد میشده، میشه اصلا نقد میکردن به ترتیب، یکی یکی خیلی علمی، خیلی علمی تر از الان نقد هنری میکردن در اون موقع. حساب کنید قبل از میلاد مسیح و حالا ما میشینیم ادای نقد رو در دنیای امروز در میاریم و همش هم سوق و سمت تجاری داره. اون موقع که نه دیگه کانالی بوده که بخواد اسم کسی رو مطرح کنن یا کاری بکنن. اینجا الان یک منتقد وقت انتقاد میکنه، با یک انتقاد خودش میتونه یک فیلم رو، یک کتاب رو، یک اثر هنری رو نابود کنه، چون بیشتر تریبون دستشه. با یه انتقاد میتونه ببره به عرش برسونه. تمام کپی‌ها و دزدی‌ها و اقتباس‌های هنری که الان متاسفانه داریم میشه توی ایران رو میتونن به راحتی به عنوان حقیقت و حق و در واقع خوبی نشون بدنشون و تمام اون کارهایی که اصیل هستن و خوب هستن و از درون فرد هنرمند سرچشمه میگیرن توسط همین منتقدین ما الان میتونن به عنوان مبتذل و بدترین فیلم ها، بدترین آثار معرفی بشن به مردم. در آن زمان، در زمان ارسطو، این همچین چیزایی نبوده. اینستاگرامی نبوده، تلگرامی نبوده، دنیای مجازی نبوده، تلویزیونی نبوده. مردم واقعا در اون لحظه میشستن نقد میکردن، خب کتابت میکردن، مینوشتن، بعدن صحبت میکردن. ولی میخوام بگم نقد برای نقد بوده، علم برای علم بوده، هنر برای هنر بوده. مردم خیلی به اصل نزدیکتر بودن. شاید یک مقداری بچگانه به نظر ما بیاد یه سری از پردازش های اونها نسبت به مسائل دور و برشون، اما وقتی عمیق نگاه میکنیم میبینیم نه، در اوج این که اینا ساده هستند که اگر نبودن ما اینگونه فکر نمیکردیم، در واقع پدر افکار ما هستند، ریشه افکار ما هستند، اما میبینیم خیلی عمیقن، خیلی خوبن. خب بحث اینجا گردش میکنم، نیم ساعت شد بحث امروزمون و صحبت کردیم که در نهایت ارسطو نگاهی باز تلولوژیک و غایتگرا داره به اخلاق و باز باید شما به اون گول برسید با کنترل نفس، با افسار زدن به نفستون و مهار کردن اون، با تکرار عادات خوب بتونید از مراحل در واقع آگاهی پایین‌تر، مراتب آگاهی پایین‌تر خودتون به یک انسان در واقع خوب برسید. انسان خوبم کسی که اجتماعیه. انشاءالله بقیه بحث رو در جلسات بعد ادامه میدیم. ممنونم که من رو دنبال میکنید.